عید است و بهار است و خدا جان میله داره، از خلق مسیحا و مسلمان گله داره، امشب میله داره، از خلق مسیحا و مسلمان گله داره، عید است و بهار است و خدا جان میله داره، از خلق مسیح و نا مسلمان گله داره، امشب میله داره. تشکر. خب این یام هدا شد از دوستی که روز برشان وعده سپرده بودیم. خب مرید جان، زندگی بله بفرمایید، شما میخواستین تبصره کنین. بله میشنم. سرمی آهنگ میخواستم بگم، یه آهنگ است که یک شب عید بود و کنسرت مرا دوستا گرفته بودن در شهر کسل آلمان، و در اون شب از ما دوستا خواهشم کردن که اگه آهنگ نوی که تقریبا به ارتباط عید و نوروز اینا باشه. باز من شب شیشتم آهنگ ها ایستا ایستا درست کردم و شعرش هم که خب طبعا نمیگم شعرش از خودم است، اما خب امو احساس شاعری یا شعری من امیره چه کرد که من تانستم ای آهنگ درست بکنم باشه شعر. آواز تانه نشنویم دیگه ای. بله، و این ارتباط با مو شب عید میگیره و شعرش هم از خودم است و آهنگش هم خودم دمو یک شب عید تیار کردم. موری جان ببینین، در ام آغاز هم گفتیم که مصاحبه ما بسیار آزاد است و امروز مصاحبه ها گفتشنوت ها باید هم همطور آزاد باشه و همه حرف ها گفته شوه. یک تعداد در مورد شما بله. میگن که شما در هنرتان از موقف سیاسی که داشتین استفاده کردین، یعنی قرابت شما با آقای کارمل و مناسبت‌های دیگه که داشتین با اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، آیا واقعیت چنین بوده؟ شما سوء استفاده های کردین؟ شما حقوق کسی را در هنر پایمال کردین یا چنین؟ یا در کل امی سوال اگر پالوهای دیگه شب بسنجیم که زندگی سیاسی شما با هنری شما چگونه تلفیق یافته بود، میخوایم نظر شما را باز بشنویم. خب اگر به ادار مطرح بکنیم که این سوال بگذاریم که مردم و علاقمندا جواب بدن، وقتی که من بعد از 23 سال افغانستان رفتم و تلویزیون آریانا دعوت کردن، جناب آقای بیاد صاحب بیادشون بخیر دعوت کردن رفتم به افغانستان، خب اونجا هم یکی از ژورنالیست های کابل تایمز همی سوال کردن. ما اون سوال نشنیدیم که شما بله که شما شهرتتان و یا محبوبیتتان و یا پیشرفت هنرتان از طریق سیاسی یا حزبی یا ارتباطتان با رفیق بزرگوار به کارمل داشته یا این مسائل یا از طریق عزب یا اینا، در حالی که ما پیش از گویا انقلاب ثور یا پیش از این که تحول سیاسی در افغانستان به وجود بیایه و حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بیایه، مثل که بیشتر آهنگ را نشر کردین، آهنگ پشتو و آهنگ مینای من و آهنگای دیگه، آهنگای مشهور من همش در زمان قبل از انقلاب ثور بوده، یعنی شهرت و محبوبیت ما و علاقمندی مردم و هنر ما و موسیقی این پیش از تحول شش جدی یا پیش از انقلاب ثور بوده. بنابراین هنر ما با سیاست
فقط از یک نگاه ارتباط داره که من هیچ وقت خود در هنر بی‌طرف حساب نمی‌کنم. به خاطر اینکه بی‌طرفی خودش هم یک سیاست است و همیشه در کنار مردم خود بودیم، از طریق سیاست و از طریق هنر، از طریق عشق و از طریق راهنمودهای دوستا و رفقای گرامی و بزرگ ما که بودن. و همیشه افتخار میکنم که من صادقانه مثل دیگر اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان صادقانه و پاک در راه مردم خود، چی از طریق هنر، چی از طریق ادبیات، چی از طریق سیاست، چی از طریق سپورت، چی از طریق پدیده های دیگه زندگی، بنان ای موضوع پیش مردم ما کاملا حل است که من چیگونه یک هنرمندشان هستم و چی استفاده های شاید از هنر کرده باشم، سوی استفاده های سیاسی اینا برای مردم مثل آفتاب روشن است، پیش هنرمندهای بزرگ ما روشن است و پیش علاقمندهای ما روشن است. من همیشه به گفته دوست ما که در زندان بودن گفتن شما در جنای دیگر قرار داشتید، ما در جنای دیگر، اما باز هم ما با هم دوست و رفیق بودیم. ما همیشه خدمتگار مردم خود بودیم، در هر جایی که بودیم، در هر قسمت از زندگی، در هر پدیده های هنری و سیاسی و همه. آقای مرید، قسمی که آقای شاکری هیچ وقت از بله شما فعلا در غرب زندگی میکنین، این مسته که سر بله. اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در همینطور در سراسر دنیا زندگی بله. میکنن. آیا نظر شما تغییر کرده؟ دیدگاه های شما فرق با او آمده یا بازم با مون دیدگاه؟ البته من نمیخوام مصاحبه را زیاد سیاسی بسازم، ولی به ادامه سوالم باید سوال بپرسم، چنانچه که آقای شاکری هم پرسیدن که شما نمیخوام زیاد سیاسی شوه صحبت ما، این برنامه شکل سیاسی شوه، ولی من از بیننده های عزیز خواهش میکنم بله بهتر سوال دارین در رابطه با زندگی سیاسی احمد مرید جان، آزادانه زنگ بزنین، سوالتان رو مطرح کنین. اگر کسای ادعا میکنن که گویا در زمان اینا که در رادیو و تلویزیون بودن از قدرت خود سوء استفاده کردن، کسی را خدای نخواسته شکنجه کردن یا عقی کسی را خوردن، هم میتونن آزادانه صحبت کنن. فقط یک نظر کوتاه شما را میخواهم داشته باشم، ولی زیاد نمیخواهم صحبت سیاسی شود. بله خب سوال شما ده این بود که شما در غرب فعلا زندگی میکنین، آیا تغییر در اندیشه های شما آمده یا شما هنوزم همینطور چپ میبینین؟ همین تحولی که در غرب به زندگی شما آمد یا درسی را که به اصطلاح از گذشته های حزب گرفتین، فعلا خود در چه موقف میبینین؟ خب اصلا مطلب این است که انسان وقتی که دارای یک عقیده و تفکر و اندیشه سیاسی می باشه، در هر کجایی که باشه او با مو عقیده و اندیشه و نظر خود هست. وقتی که نظر انسان انسانی باشه و خدمت به انسان و مقام انسان باشه و خدمت به وطن و مردم باشه و خدمت به جامعه انسانی باشه و صادقانه در او را قدم گذاشته باشه، در هر جایی که باشه او پاک زندگی میکنه، پاک میبینه و اندیشه خودم البته افتخار میکنه سر اندیشه خوب، سر اندیشه انسانی و سر اندیشه صادقانه خود که در رای مردم همیشه صادقانه از او استفاده کرده. و این مهم نیست که ما در کدام گوشه دنیا هستیم، ما در هر جایی که باشیم. ما با شما یک سوال کوچک، یک مثال کوچک میتونم حضرت میخوایم. شما وقتی که یک اندیشه و یک تفکر حزبی، یک حزب داره یا یک جمعیت داره یا یک انجمن داره، او مردم صادق هستن، در هر جای برن آن صادق هستن. خب تشکر آقای مرید. اونا به کس آزار نرسندن، در هر جای میرن. بنابراین در نظر کدام فقط موقعیت ما تغییر کرده،
مقیم بودیم اونجا، مقیم هستیم اینجا، اما تفکر اندیشه همش صادقانه و انسانی باقی میماند. تشکر، ما نمیخوام مصاحبه را سیاسی بسازم، ولی خواهش میکنم. درست، خواهش میکنم. خب اگر سوال مشخص بود باز دوستایی که مطرح کردن از شما مطرح میکنیم. فعلا برمیگردیم به موسیقی، با آهنگای گذشته. آهنگ گفتن که آهنگ شریفی سبک، آهنگ پیشتر انتخاب کردن، آهنگ زیبایی هست که با بابیندای عزیز یک جا میبینیم. و اگر سوالات هست ولی سوال مشخص نیست. خب اگر احمد مرید از قدرت سیاسی استفاده میکرد باید رئیس عمومی رادیو تلویزیون افغانستان میبود. احمد مرید در وقت قدرت حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک مامور دولت بود. خب نه، خب به هر صورت یک تلفن هم میگیریم. بفرمایید شما ریخت هستین. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید خود معرفی کنین، سوالتان هم مطرح کنین. آوازتان بسیار خراب میه، موقعتان تغییر بتین یا دوباره زنگ بزنین. بفرمایید صحبت کنین یا دوباره زنگ بزنین. سوال بهتر شده. آل بله بهتر شده، بفرمایید. سلام، سلام احترام خدمت شما و میهمان محترم تقدیم میکنم. بله. من یک سوال از تکرار به ارتباط پست چیز دولت حزب دموکراتیک پیشتر یاد شد تاریش میدهی روان که سی هود به تکابل اینا از سر بام خودن همسایه خودن با تفنچه زدن چند نفر زخمی ساختن. به این بار اگر چیز معلومات داشته باشین شما و یا احمد مری جان کنم. ما معلومات ندارم، از مری جان میشنویم. مری جان شنیدین که چی گفتن؟ ما فکر میکنم اگر درست شنیده باشم که تفنگچه به دست داشتیم و چند نفر از زخمی ساختیم. بله بله، در واقع سی همین یک چیزه. بله بله شنیدم. بله بله. خب دیگر ادعاها هست، اما ای که هیچ وقت کسی را زخمی چی که با کسی چیز بد نگفتیم. ما قسمت صحبتهای پیشتر خود گفتم که تبلیغات وقتی که دوستا و علاقمندهای خوب آدم می داشته باشه، تبلیغات بد هم در قسمت خب اشخاص هنری، شخصیت های هنری و سیاسی می باشه، اما این کار هیچ وقت صورت نگرفته و یک تبلیغات محض است که از طرف بعضی از عناصر چه کس صحبت بکنم اصلا، اما این کار اصلا هیچ وقت از جانب ما، از طرف ما صورت نگرفته و هیچ کس هم شاهد از این نیست. تشکر. ویندای عزیز، ما شهادت میتونم که یک تنها یک موضوع را، نه به خاطر هیچ موضوع، آقای مددی شکرایات هستند در همین هامبورگ بودند. در مورد موری جان یک بار ما ازشان پرسیدم، کسایی چیزایی گفتن در مورد سوء استفاده از قدرت، ولی آقای مددی تصدیق کرد که هیچ مورد را در رادیو تلویزیون افغانستان ما با موری جان نداشتیم، ولی را به صداقت ما میگم. خب تشکر، کفایت میکنه، زیاد سوال ها را سیاسی نمیسازیم، ولی مصاحبه باز و آزاد است. ما بسیار احترام به احمد مری جان دارم، از افغانستان میشناسمش، از اتحاد شوروی سابق میشناسمش و عالم میشناسمش، ولی شکل مصاحبه را در اول برشون گفتیم که آزاد میگیریم که به سوالات پاسخ داده شود. یکی از آهنگار بله 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 بله. میبینیم، برمیگردیم به شما. بله بله. دلم از این همه آدمی ها خسته شده، از دروغ و از ریا و از جفا خسته شده. نه دیگر طاقت درد است، نه دیگر طاقت غم، دلم از داد قضا خسته شده. نه دیگر حوصله است، نه هوا و نه فضا، نه دیگر داد رس است، نه دیگر لطف خدا. این چی روز سر ما، این چی حال است ای خدا.
گاه محتاج و فقیریم، گاه زخمی است دل ما. این چی روز سر ما، این چی یاد است ای خدا. گاه محتاج و فقیر، گاه زخمی است دل ما. گاه محتاج و فقیر، گاه زخمی است دل ما. تکراری شده سل خونت، کوچه و بات کوچه ها جاری شده. نه لب خنده تفلت، نه شیر مادر، اما گی خست و غمگین، اما در فکر پنا. نه طبیب، نه دوای، نه غذای، نه هوا، اما در خدمت نفسان، نه مخلوق خدا. این چی روز سر ما، این چی یاد است ای خدا. گاه محتاج و فقیر، گاه زخمی است دل ما. کو عبیبه که برد پیش خدا نامه ما، کو قلم تا به نویسد غم و افسانه ما. نه قلم ما، نه پیام، نه امید، نه وفا. این چی روز سر ما، این چی حال است ای خدا. هر چه کردیم وفا، با جفا دیدیم. عمر آخر شد و سخت بیاد. فروشگاه کانفور و حوض انگول در آمبور بلشتی. این فروشگاه بزرگ موبل در آمبور با سابقه درخشان 7 ساله، عرضه کننده بهترین موبل از مشهورترین و بهترین تولیدات ترکیه در خدمت شما. شما می توانید در این فروشگاه بزرگ انواع موبل های مورد پسند خیش را از قبیل موبل اتاق خواب، اتاق طعام، تخت های خواب، کوچ و چوکی، فرش های مرغوب، پرده ها و رنگ های زیبا و قیمت های کاملا مناسب خریداری نمایید. جهت سهولت بیشتر شما، بخش دیگر این فروشگاه در آلستن بیک کانفور با مساحت 1800 متر مربع با تمامی اجناس تذکر یافته در خدمت شماست. فروشگاه ما اشیای مورد ضرورت شما را با قیمت مناسب منتقل نموده و خدمات ترمیماتی را انجام می‌دهد. همچنان پرداخت‌ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است. خب یک بیننده عزیز روی خط داریم، بفرمایید شما خود معرفی کنین و سوالتان را مطرح کنین. سلام علیکم. سلام علیکم. خود معرفی کنین و سوالتان را بگوین. من یکی از دوستای احمد مرید هستم. خب میخواستم که من شهادت بتونم در قسمت از این که
احمد مرید وقتی کنفرت میبرد به سینمای زینب بله چشم دید خود مزدک بله یعنی امسری که احمد ظاهر میکرد یعنی کنات تکت کنفرت احمد ظاهر هم 50 قرون بوده که من از احمد مرید هم سینمای زینب و من وقت داره که از وقت احمد ظاهر پر میشد بخاطر احمد مرید هم پر میشد یعنی اقلاق مندن داشت که تصور نمیشد و همچنان یه آقایی که پیشتر به خاطر تفنگ کردن آتش سیوود گفت این بیخی غلط است آقای احمد مرید هم از شخصی میشناسه میشن هرگزی کار نکردن در زندگی هیچ وقت یک مرچه را آزار ندادن همین خواستم بگویم که دینت این دوست ما روشن شد قربانتان تشکر با سلام علیکم بخورم خدمت احمد مرید جان تقدیم میکنم بله وقتی که دولت تلاش داره که با تشکر به نهایت پس ما با یک هنرمند خود چطور نتونیم صحبت کنیم مخواستیم سوالا باز باشه هیچ نوع محکمه ایجه وجود نداره فقط یک نوع ژورنالیسم آزاد است بفرمایید مودی جان چی میگفتین بفرمایید شما روی خط هستین بله سلام علیکم محترم یک لحظه ما یکی از علاقمندان پروگرام شما هستیم پروگرام شما واقعا بسیار جالب دیدنیست تشکر زنده می خواستم به ارتباط محمد جان مرید مطلب را بیان کنم برایتان که آوازتان را نشنوید بله آواز خود دوباره نشنوید بفرمایید بله می خواستم به ارتباط احمد مرید جان یک مطلب برای شما بیان کنم بفرمایید احمد مرید جان به صورت که ادای وطن پرستی را میکنه بله خب میشنوم آواز شما را ادامه بده خب به صورت که آقای احمد مرید ادای وطن پرستی را میکنه همین خود احمد مرید توسط تانک های روسی از بندی خانه آزاد شد یه تو امکان داره که یه ادای وطن پرستی کنه یعنی این مطلب میخواستم براتون بیان کنم ما میخواستم که این های امکان داره یک شخص که توسط تانکای روسی از زندان پلیچرخی را تکرار نکنید درست تشکر یک چند تلفن دیگر هم براتون میگیرم باز پاسخ بده بفرمایید شما روی خط هستید بفرمایید بله محترم آیان سلام احترام برشان سلام احترام بفرمایید خواهر سبا توخی هستم بله خانم توخی بفرمایید فقط من بسیار تشکر که شما هنرمندار کمک میکنین و به لاین میرین و همگی چی میشه من خود من البته سلام برای مرید محترم تقدیم میکنم من فقط سابق راستی که بعض گپا شنیده بودم شکر. و راستی که از مرید جان گرچه که آوازش و هنرش هنرمندار و هنرمند ماست من خوش داشتم آواز یایش میگم از یک گپایی که شنیده بودم باور کنین که هیچ خواندنهایش هم نمیگرفتم و راستی که بسیار آزرده بودم که چرا اینطور مثلا کاری کرده که گفته بسیار مردم شکنجه داده و بچه ها را بسیار دگیت داده و مچمه تر کرده حال خوب شد که شما به آوردنش به لین و فهمیدم که همه چیزا دروغ است و ساختن راستی که برای هنرمندا بسیار تومت ها میشه و کسی که به شهرت میرسه در پولیش تومت همه است درست است اما این که آمدن من شنیدم راستی تشکر شما که ما در امو آغاز هم گفتم که باید سخنها گفته شود مصاحبه ها شکلش تغییر کرده و اونقدر تشریفاتی که در گذشته بود عالی نیست حتی در کشورهای پیشرفته هیچ سخنگو و ایگپا وجود نداره فقط کمره را میمانند و میبینند که حتی رئیس های جمهور بر حال چی میگن آدم های بسیار بزرگ دنیا چی میگن به این خاطر ما باید امی کلتور شنیدن بیشتر در خود پرورش بدیم تا امی عقده ها که خدای که از هر ملت که در نزد ما بسیار زیاد است او برطرف شود هدف ما فقط امی کار است و یک چند بیننده ایجا نوشتن که ما هیچ ما نه کدام محکمه است و نه کدام قاضی است و نه سر محکمه کردن کسی ما نداریم فقط خود از درون خالی بسازیم گفت ناگفتنی ها را بگوییم بسیار زیاد تشکر محترم آرین من بسیار برنامه شما را خوش دارم تشکر از شما بسیار برنامه عالی و خوب دارین
یک جان تشکر که راستی که شما بسیار با وجود پروگرام خوبتان ثواب میکنین که علم دل ما را بالکل صفا ساخت و صاف ساختین و میشنوم از اونا هم. خدا حافظ. تشکر. خب دیگه فکر کنم آقای شما شما بیشتر وقت ندارید. خب بفرمایید مرید جان شما صحبت کنین. خب میخواستین تبصره کنین؟ من فقط سپاسگزاری میکنم از دوست. کدام چیز بر تبصره ندارم، فقط از سپاسگزاری میکنم از دوستا، از عزیزایی که تلفن میکنن، به هر اندیشه که صحبت میکنن ممنونشان، از علاقمندیشان هست و از خواهر عزیز ما یک دنیا ممنون. تشکر. تشکر. خب با بعضی از سوال ها که بسیار زیاد دیگه دیتالز با سیاسی میشه و قدر جای نداره که ما مطرح کنیم که این زمان با او زمان مقایسه کنیم و در کل با جای قدر سیاست یک چند آهنگ باره چند آهنگ بلی یک آهنگ دیگه نشر میکنیم، وقت ما تمام میشه و بعضی موارد سوالاتی که بود تقریبا مطرح شد وقت بیشتر نداریم، یکی از آهنگا را شاید بتونیم پخش کنیم. فقط یک نکته را اجازه است. بفرمایید مولوی جان. بفرمایید. یک چند لحظه پیش یک دوست ما بی‌نهایت لطف کردن، از لطف و از محبت زیادشان یک کمی اگر بگویم شاید در قسمت ما مبالغه کردن، به خاطر اینکه احمد زاهر فقید، احمد زاهر بزرگ و ستاره درخشان کشور ما